با سلام، آرزو هستم از فالکده آرزو. امروز هم رسیدم خدمت شما بزرگواران خانم آقایون مهربون، دوستانی که همیشه بنده رو همراهی میکنین. سپاسگزارم از تک تک شما نازنینان. امروز رسیدم خدمتتون با یک فال قهوه کلی بدون زمان و همراه تکنیت ورق. پس لطفا نیت بکنین، اول با تکنیت ورق فالمون شروع میکنیم. انشالله که تک تکتون به مراد دلتون برسیم و پاسخ نیتاتون رو هم از ورق هم از قهوه‌مون بگیریم، به این شرط که فقط به انرژی مثبت بهم بدین، فقط به چیزهای خوب مثبت روشن فکر بکنین تا انشالله که زیبان براتون نقش ببنده. پس لطفا نیاز کنین بفهمیم. باز هم میگم ورق ها کنار هم معنی کامل و اصلی خودشون رو پیدا میکنن، اما به خاطر اینکه میخواییم تک تک جواب نیت بگیریم براتون تک به تک تعبیر میکنم. نیاز کنین لطفا. بریم بسم الله. انشالله که تک تکتون جواب نیتاتون رو میگیریم. یکی دیگه براتون میکشم که خوب کشیدم براتون. خب کلی تعبیر میکنم براتون. دو تا تغییر و تحول دارم براتون بگم. یکی پیرامون صف خونتون بین یک جا به جایی انجام میده، یکی پیرامون صف کاریتون. حالا یا خونتون داره یه خونه دیگه تغییر پیدا میکنه، یا اینکه داری میره خونه بخت انشالله. خانم آقایون دارین قصد ازدواج دارین، یه نقل مکان و اسباب کشی براتون افتاده به خونه ای که بسیار روشن و خوشیامنه. تو محیط کارتون هم داره تغییر پیدا میکنه، یا دارین وارد بازار کار میشین، یا دارین ترفیع ارتقا پیدا میکنین. پستتون، چاردیواری کاریتون، هرچه که هست یه تغییر و تحول دارم براتون میبینم مثبت و روشن. یا افزایش مالی یا پولی داره از زیر یک صفحه کاری دستتون میاد، یعنی که دارین تغییر شغل میدین. هر آنچه که هست مثبت و روشن رو دارم براتون میبینم. خب یه پولی به دستتون داره میرسه. حالا این مالی که داره به دستتون میرسه میتونه پولتون رو سرمایه گذاری کرده و داره جواب بهتون بده، نتیجه داره بهتون بده. یعنی که اصلا نه، اصلا از این قضیه یک مسئله هستش که خبر منتظری، اخبار، خبر از جایی هستی که به زودی خبر خوبش، مثبت و روشنش بهتون میرسه. راه و سفر براتون افتاده، میتونه پیرامونی که منتظری خبر برای رفتن باشین، مهاجرت، پرواز، سفر یا یک سفر راه دور، یا چشم انتظار شخصی هستین که از راه دور به دیدارتون بیاد. انشالله این دیدار و ملاقات شکل میگیره. یا پیرامون مهاجرت و سفر راه دور، راه و مسیر روشن دارم براتون میگم که میتونه براتون تغییر و تحول اساسی داشته باشه. میتونه به واسطه اون سقفتون عوض بشه، کارتون هم تغییر بکنه. هر آنچه که هست براتون مثبت و روشن دارم میبینم. خانم های جوان براتون دارم موفقیت دارم میبینم، چه از باب شاید خونه بخت هستش و یک تغییر و تحول داره براتون رخ میده، هم برای آقایون هم این مسیر رو دارم راه و روشن دارم براتون میبینم. پیرامون کار یا سقف خونه که تغییر میکنه، پست و ترفیعی که تو کارتون شاید خانم آقایون بگیرین، هر آنجایی که هست الان در حال حاضر توی رابطتون امکان داره آقایی که باش ارتباط دارین برای خانم ها، حالا یا توی ایته کاریتون یا توی ایته دوستیتون، رابطتون، تو زندگیتون، تو هر آنچه که هست الان در حال حاضر آقایی رو دارم میبینم که در دل زندگی شما هست، تو دوستیتون هست، تو ارتباط کاریتون هست، ولی از شما رنجیده خاطر. آقای جوان رو دارم میبینم، شما کاری کردین که امکان داره ایشون رو دلش رو به درد آورده باشین. زودتر شما باید اقدام بکنین که از شخص احساسیتون یا شریک کاریتون یا هر دوست صمیمیتون آقایی هستن، تو اجتماع با کسی بگو مگوی کردین، کسی رو رنجوندین، دلش رو به درد آوردین، شخص مقابل باید به سمتش بره و مطمئن باشین که روی خوش رو از ایشون خواهید دید و ارتباطی دوباره شکل میگیره. ولی از سمت شمایی که دل شخص مقابل به درد آوردی باید حرکت و قدمی برداشته بشه. به طور کلی قدم در مسیر روشن گذاشتن یا توی یک مسیر راه روشن فعالیت کردن رو دارم براتون میگم. و اگر پیرامون راه قانونی منتظر اخبار و خبری هستین، انشالله که خبر خوب و روشنی به گوشتون میرسه و دلتون رو انشالله شاد میکنه، انشالله اون نتیجه دلخواهتون هستش. و اگر مسیر و راهی رو رفتین که احساس کردین جواب دلخواه رو نگرفتین و دوباره میخواین اقدام کنین، انجام میدین، چون براتون نتیجه مثبته. انشالله که توش خیریتی بوده که اولین بار منفی بوده، انشالله تو دفعه دومی که دارین قدم برمیدارین نتیجه دلخواهتون حاصل میشه انشالله به امید خدا. اما بریم برای قهوه و لطفا نیت کلی کنیم تا فالمونم با نام خدای مهربون شروع بکنیم. بفهمیم. بسم الله.
انشالله که تک تکتون به مراد دلتون برسین انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو از اینجا شروع میکنیم. اول از همه زیر دسته دارم براشون ببینم آقایی که به آرامش رسیدی، ببینی حالت که عشان استراحت دارم براتون ببینم زیر دسته به زودی به یک آرامش میرسین و ببینید قلب خوشگلی که اینجا براتون دارم ببینم یه راه احساسی هستش هر اونجاست. ببینید البته ایزم بهتون بگم، ببینید خانمی جوانی که پوست روشن موهای خرمایی به سمت برو بلون دارم ببینم کنارتون راه احساسی، آقایی که تقریبا میان سال دارم ببینم، کلایی که به سر یا قدرت داری یا پشت گرمی داری یا اسم و رسمی دارین برای خودتون شخصی هستین، آقایی که پوست روشن کلاهی به سر دارم برشون میرم تقریبا میان سال، خانم جوانی که کنارشه و قلب خوشگلی که براتون دارم ببینم، به زودی اتفاق احساسی براتون داره رخ میده. اما پیرامونی کاتی و جدایی مهری که اینجا دارم براتون میرم خورده شده به واسطه یک جدایی، حالا یک زندگی داره از هم میباشه، جدا شدین ولی یه ارتباطی که داره شکل میگیره هرچه هست، یک مهر جدایی اینجا دارم میبینم، یکی از طرفین جدا شدن پشت گذشته دار هستن قطعا، حالا اگه دو طرف گذشته دار نباشن یکی از طرفین رو مهر جدایی رو دارم براشون میبینم که خورده شده و خانم آقایی که رابطه احساسی تو با هم دیگه بزودی شکل خواهد گرفت انشالله. طب از این طرف براتون حالا اونجا مهر جدایی دیدم، جالبه اینجا براتون در مهر روشن میدم، مهر روشن تعبیرش خیلی فراتر زیاده، هم ازدواجه هر چیزی که پیرامونش شما مجبور بشین به یک دفترخونه یا محضرخونه مراجعه بکنین و چیزی رو به ثبت یا سند برسونین، مثل ازدواج، مثل خرید ملک، مثل خرید ماشین، مثل هر آنچه که مرتبط با دفترخونه و کار محضرخونه باشه، هر آنچه. پس مهر روشنی که اینجا دارم براتون میبینم میتونه به معنی دفترخونه یا محضرخونه رفتن باشه، اتفاق مثبت و روشن و قشنگی که براتون قطعا رو خواهد داد انشالله. خب و دیگه براتون و یه پل خوشگل بغلش اینجا رو براتون بگم و یه راه احساسی دارم براتونم، قلب خوشگل و راه احساسی دارم براتون ببینم. اما ببینید آقایی رو دارم میبینم که الان در حال حاضر به شما پشت کرده پیرامون یه راه احساسی، آقایی که داره از گذشتش فاصله میگیره. ببینید آقایی که دارم براش اولا که یه ذره بگو مگو بحث و جدل دارم میبینم، پیرامون یک صفحه که مشکل داره در شرف جدایی هستش، آقایی که یا توی خونه‌ای داره زندگی میکنه که تو خونه‌شون به گومگو بحث و مشاجره است. حالا این آقا چه ببینه خیلی کدر دارم میرم، یه قدری به هم ریخته پشت به شما الان کردن، اون به شما اصلا توجهی نمیکنه پیرامون مشکلاتی که توی سقف خونه‌شون داره، حالا یا داره جدا میشه یا تو دیر یه خونه‌ای داره زندگی میکنه که به گومگو فکرشو خیلی درگیر کرده، شاید هم سقف خونه نیست، شاید هم سقف کاریشون هستش، تو محیط کارش قدری با هم ریختگی و ناراحتی و مشکل هستش. هر اونجا هست برگشت این شخص رو دارم به سمتتون میبینم، مشکلش که حل بشه به سمت شما برمیگرده، راه احساسی که دارم براتون میبینم قلب خوشگل و راهی که بهشون برای شما نتیجه میده، یعنی راه احساسی که برای شما به ازدواج منتهی میشه، الان در حال حاضر به واسطه مشکلی که زیر یک سقف پرچم سیاهی که بالای سرش خطر موقعیت کاریش به خطر افتاده، تو خونهشون به هم ریختگی و آشوبی هست، فعلا به شما پشت کرده ولی این راه احساسی دوباره برگشت دارم براتون میبینم انشالله که دوباره پیوندی برقرار میشه. همه اینا رو گفتم اینجا هم حواستون رو لطفا جمع بکنید. اما من دو تا چشم بد دارم براتون میبینم، کنارش هم یه شخصیتی که مثل روباه میبونه چشم داره به زندگیتون، دو تا شخصیتی که کنار زندگی شما یا کنار رابطه شما یا کنار خونه شما هستن، با شما تو زندگی مشترکتون هر آنچه هست کنار از کنار دورا دور حواسشون، جفت چشمایی که به سمت شماست، یکی هیلگر مکار نه در حال نقشه کشیدن برای شماست و دو تا چشمی که اصلا چشمی تنگ نظر بخیل، کسی که حالا شما موفقیتی دارین دوست نداره شما رو ببینه و کنارش هم یه شخصیتی که هیلگر و مکاره، به هر حال دو شخصیت بده گنه هستن که از دور چشمانی که و روباهی که چشم و روباهی که بزن به سمت شما نظارگره و حواسش به شما هست، پس حواستون رو جمع بکنین، جنبه احتیاط داره میده، ممکنه ترفندی براتون داشته باشن، رابطتون رو به هم بزنن، زندگیتون رو از هم بپاشن، مشکل براتون ایجاد بکنن، یا دو تا چشم شور که ممکنه زندگیتون رو چشم دیدن موفقیت های شما رو ندارن و خوشبختی شما رو
دقت کنید لطفا به دور و برتون. اما بریم برای ادامه. انشالله که بهترین ها براتون نقش ببنده و فقط هم اتفاقات خوبش براتون رخ بده انشالله. خب مشکلاتتون رو دارم براتون میبینم، مشکلاتی که انگار یک کوچولو مشکل که میاد حل بشه یکی دیگه میزنه سر از آب بیرون در میره، یکیش حل میشه یکی دیگه سرک میکشه. به هر حال نوسانات زندگی رو داره بهتون میگه، بالا و پایین های زندگی رو داره بهتون میگه. گرگل یکیش حل میشه یکی دیگه میاد بیرون. انشالله که مشکلات هم به زودی حل میشه. خب من اینجا دارم شخصی رو دارم ببینم که داره آسه آسه یواش یواش داره به سمتتون حرکت میکنه، خیلی آروم آروم به سمتتون، مثبت، شخصیت مثبت و روشن، کسی که خانومی که موجه های بلندی داره، شخصی که دوست داشتنیه براتون، عزیزه، دوست دارین که ایشون رو باهاش دیدار و ملاقاتی شکل بدین، یا شاید یه زمانی اصلا ایشون مدتی ایشون رو اصلا ندیدین. خانومیه که موجه های بلندی داره، موهای خرمای قهوه‌ای دارن براشون میبینم، آروم آروم به سمتتون داره قدم برمیداره. حالا یا دیدار و ملاقاتی که میخواد شکل بگیره ولی زمان بره، ولی به هر حال به شخصیت مثبت و روشنی که داره به سمتتون میاد، خانومی که به سمتتون قدم برمیداره میاد. یعنی اگر منتظر جواب از کسی هستین یا خبری از طرف خانم جوانی هستین، خبری که به زودی میشنویم و رضایت بخشه. اما احساستون خدا رو شکر، خدا رو شکر خودتون صداش رو شنیدین، پس همدیگر رو دوست داریم و به احساس همدیگه شک نکنیم. خب فکر درگیر و مشغولی دارم براتون میبینم، فکری که براتون راهی باز میشه. اگر فکرتون خیلی به هم ریخته است، در هم بر هم هستش، یا فکر آشفته ای داریم، ببینید سریه که صورت دارم براتون میبینم، صورت خانمی آقایی که کلن فکرت به هم ریخته است، درگیره ذهنت، کلن فکرتو دارم خیلی به هم ریخته دارم ببینم، راهی که برات باز میشه و از این چه کنم انشالله به زودی خلاصی پیدا میکنی خانم و آقایون بزرگ. خب یک کلید خیلی زیبایی که دارم وسط دل زندگیتون دارم براتون میبرم انشالله، گشایش و فرجی که تو کارتون رخ میده و موفقیتی که به دست میارین انشالله، و از این حالتها که مشکلاتی که داره انشالله خلاصی و رهایی داریم به امید خدا انشالله. کلیدی که به نشانی گشایش افتاده وسط دل زندگیتون، تو محیط کارتون، تو زان زندگیتون، تو رابطتون، برای ازدواجتون، برای کارتون، هر چه که هست الان مشکلی داریم، ولی کلیدی که نشانه گشایش دارم براتون میدم، پیرامون یه راه و مسیری که دارم براتون میدم، راه و مسیری که با دلهوره و نگرانی داریم طی میکنیم. ببینیم حالا میتونه بیمار داشته باشین تو رجوم، یا اینکه تو مسیر راه قانون و دادگاه میخواین طی مسیر راه قانون و دادگاه دارین قدم برمیدارین، یا فکر به هم ریخته ای دارین که دارین در مسیر قدم برمیدارین، میرین و میایین محیط کارتون، خونتون، هر چه هست، ولی فکر آشفته ای که اصلا نگاه رو زمین را نمیرین، فکرتون آشفته است، این حالت رو میده. و دو تا مثلث عشقی که این ورون ور دارم براتون میبینم، دو تا راه احساسی. ببینین چون کناری هر دو تا مثلث عشقی راه دارم میبینم، دو نفری هستین که هر دو متأهل هستین و هر دو مشکل دارین و هر دو در مسیر جدایی و کاتی هستین، هر دو در مسیر جدایی و کاتی هستین و گشایشی که براتون رخ میده، هر دو جدا میشین و هر دو به هم میرسین، ازدواجی که برای هر دوی دو نفری که به شخصی متعهل هستین. حالا یا دو تا دوست هستین، الان شخصی با شخص دیگه دوسته، شخصی با شخص دیگه دوسته، آقا و خانمی که ارتباطتون از هم میپاشه و با شخص سومی که توی زندگیتون ورود کرده، رابطتون قوی تر، جدی تر، محکم تر میشه علا رقمه بگو مگو و ناراحتی هایی که هست، یا توی زندگی مشترک دو تا هر دو متعهل هستین، به جز تعهد حالا تو دوستی میتونید دو نفری که متعهل هستین، ولی به تعهدی که یا تعهدی که به هم میخوره و رسیدن هر دو رو به هم برم ببینم. خب توی زندگی، توی دوستی دارم براتون میگم، آقایی که بهتون پشت کرده، خانمی که چشم داری، دوست داری، همسرتو دوست داری، ولی به واسطه دروغی که خانومی تو دل زندگیش گفته، آقایی که بهش پشت کرده، یک چیزی رو ازش مخفی کردی، چیزی که باعث دلخوری همسرتون شده یا دوستتون شده، تو دوستی یا یک نامزدی، تو یه چیزی که ارتباطی که خیلی جدی نیست، مثل دوستی همچون حالتی، یا توی محیط کارت، ولی هر جز با هم حس دارین، ارتباط دارم براتون میگم که اهمیت داره برای این آقای این قضیه،
مسئله ای که باعث ناراحتی این آقا شده و آقایی که به شما پشت کرده به واسطه دروغی که شما بهش گفتین، خانمی که دروغ بهش گفته توی یک رابطه، توی یک ارتباط، توی یک دوستی، و الان آقا را در مدرسه شما یه قدری به هم خورد، به هم ریخته و ناراحت دارم ببینم، بهتون پشت کرده، آقایی که صورت کشیده دارم برشون ببینم، پیشونی نسبتاً قدری بلند دارم برشون ببینم، خب لب خندون دارم براتون ببینم، چشمایی که منتظر هستین خبری به گوشتون برسه که شادتون بکنه، پس منتظر باشین به زودی انشالله لحظه که این فالو داریم ببینین به زودی اتفاق قشنگی توی زندگیتون رخ میده، اگر چشم انتظار یک خبر هستین به زودی خبری به گوشتون برسه که باعث شادیتون میشه و لبتون رو خندون میکنه، انشالله شادی رو براتون برمقام میاره، خبری که منتظر شنیدنش هستیم که باعث شادی شما خانم یا آقایون محترم میشه. شخص قدرتمندی که خرطوم فیل، شخص قدرتمندی که کنار زندگی شما دارم ببینم و این سر خرطوم بالای سر یک آقایی دارم ببینم، آقای قدرتمندی که کنار زندگی شما هستند، الان دارم من پشت میبینم به شما ولی حواسش همچنان به شما هست، خانم یا آقایی که تو دل یک زندگی هستی، آقایی که اگر الان هم قدرت داره تو محیط کارتون یا شخص احساسیتون هستن، آقای قدرتمند که الان به شما اگر پشت کردن ولی همچنان حواسش به شما هست و شما رو دوست داره ولی مقطعی به شما پشت کرده، شخصیت قدرتمند. خب خانمی که پوست روشن موی تیره داری، دوش به دوش آقای دایره زندگی رو ترک میکنی و آقایی که پشت سر دارم عصبانی و ناراحت از رفتن دارم ببینم، آقایی که کلن کدر دارم میدم و فرزندی هم که اصلا به این آقا پشت کرده، آقایی که تقریبا میان سال چشمایی دروش اصلا یه قدی عصبی تند خود دارم ببینم، شخصیت خیلی عصبی، خانمی تحمل حضور توی این فضا و زندگی رو نداری، به واسطه عصبانیت این آقا دایره زندگی رو ترک میکنی، پوست روشن، موجه های بلندی داری، نیم رخ صورتتون دارم میبینم، موی تیره تقریبا تا سرشونه دارم براتون میبینم، ناراحت داری میرین، حتی فرزند ایشون هم از دستشون بسته بهشون، فرزندی هم که به این آقا پشت کرده اصلا نمیخواد که با این شخص باشه، خانمی که ازدواج مجدد انجام میدی یا با شخصی ارتباط برقرار میکنی و از ایشون فاصله میگیری، جدا میشی، میری، آقایی که می خودش تنها میمونه به واسطه اخلاقی که داره، دور از جون تک تک خانم آقایون بزرگ با خانواده‌ای که اصلا میپاشه به واسطه اخلاق تند آقایی که تو دل زندگیتون دارم میبینم. خب و یه سقف خوشگل، سقفی که براتون دارم میبینم، سقفی که پیرامون این صحبه که دارم براتون ببینم، یه راهی براتون باز میشه، صحبه ببینیم، صحبه که به واسطه قانونی، ترازو، صحبه یه ارث، یک میراث یا چهاردیواری، صحبه که روشن و مثبته، یک مال حلالی که از یک ارث و پیرامونش از یک راه قانون و پولی به دستتون برسه، اما این پول به کی میرسه؟ خانوم و فرزندی رو کنارش دارم میبینم، مالیه که یک خانم به همراه یک فرزند خیلی چشم دوختن بهش، مثل ارث، مثل مهریه یا از کانال قانون این پول بهشون میرسه، از راه قانون، ترازوی عدالت رو دارم میبینم، از راه قانون مالی که میرسه و بیشتر از همه اگر این مال قراره تقسیم بشه، بیشتر از همه خانمی که پوست روشن، موی خرمای قهوه‌ای، تقریبا شاید هم قدر روشن و فرزندی که داره خیلی چشم دوخته به این مال که این پول زودتر بهشون برسه، مشکل مالیشون برطرف بشه یا پولی که این فرزند و مادر ازش سهم دارن. یه قلب کدر اینجا دارم ببینم، به یه قلبم این بر دارم ببینم، دو نفری که از دست همدیگه دلخور هستین، هر دو ناراحت از دست همدیگه هستین، هر دو فعلا جفتتون رو کدر دارم ببینم، اما این وسط یعنی الان در حال حاضر دو نفری که با همدیگه بگو مگو کردین، از دست همدیگه دلخور هستین، حالا تو محیط کارتون، تو دوستیتون، تو رابطتون، تو زندگی مشترکتون، ببینیم براتون راهی که براتون باز میشه روشن افتاده، ممکنه یه تایم بینتون همینجور بگو مگو کدورت باشه، ولی ارتباطی که دوباره شکل میگه، رابطه‌ای که دوباره برقرار میشه، فعلا از دست همدیگه دلخور دارم میبینمتون. خب ماه و ستاره،
ماه و ستاره. پس در دل ناامیدی یا در شب در تاریکی، ماهی که براتون میدرخشه یا توی آسمون و زندگی شما رو روشن میکنه، و ستاره‌ای که به نشانه درخشیدن شما و مطرح شدن شما یا بخت و اقبال شماست، ازدواج شماست. ماه و ستاره، ماهی که در شب تاریک روشن میکنه آسمان رو، و ستاره‌ای که باعث درخشیدن شما یا موفقیت شما و یا بخت و اقبال شماست. پس از این قشنگتر و زیباتر امکان پذیر نیست. بسیار زیبا نقش بسته. خب سر یک مسیر آقایی رو دارم میبینم، بالای سر یه دو شاخه دوراهی دارم میبینم، در مسیری میخوای قدم برداری. خانمی که روی در رو قرار گرفته، حالا این شراکتی میخوای انجام بدی، ازدواجی میخوای انجام بدی، ولی خیلی تردید و دودلی دارم میبینم. بالای سرت یک تردید و دودلی دارم برات میبینم. خانمی که لب خندون به رود دارم میبینم، شخصیت مثبت و روشن، پوست روشن، موی قهوه‌ای خرمایی تقریبا دارم میبینم یا دو رنگ، منتظری که شما به سمتش قدم برداری، داره به رود میخنده. شراکتی میخواین انجام بدین، حالا این شراکت کاری یا زندگی مشترک هستش. آقایی که خیلی تردید و دودلی دارم برات میبینم، مرددی، خیلی تردید داری، اصلا سر واقعا سر چه کنم دارم میبینم، ولی پشت سرت خانمی رو دارم میبینم، کفش پشت بلندی که کمکت میکنه، خانمی که شما رو کمک میکنه تا از این تردید بیرون بیای و قدم در این مسیر بگذاری. حالا این خانم میتونن یک مشاور باشن، این خانم میتونن مادر شما باشن، خواهر شما باشن، بزرگتر شما باشن، دوست شما باشن، کسی که باهاش مشورت میکنه، هم فکری میکنه و شما رو از این تردید و دودلی بیرون میاره و این شراکت کاری یا زندگی مشترک شکل میگیره. خانمی که رو در روی شما لب خندون و روشن و مثبت دارم میبینم، یعنی شخصیت مثبت و روشنی. خب گمت و بارگاهی که دارم براتون میبینم، نظر و نیازی کردین یا نظر فراموش شده دارین، حواستون لطفا جمع باشه، یا اینکه نظر و نیازی پیرامون کاری کردین، یالا هر آنچه که هست نظر که زیتا باید ادا بشه، انشالله حاجتتون رو بکشه. و اما خب خانمی که بهتون پشت کرده و شخصی که وساطت داره میکنه، آقایی که تقریبا میاسر پیشونی نسبتاً خلوتی دارم براشون میدم، انگار که دور تا دور مو داشته باشه، یقدر پیشونی خلوتی، پیشونی بلند و جلوی موی خلوتی باید داشته باشه. با پدرمیونی شخص خانمی که الان در حال حاضر، خانمی جوانی که بهت پشت کرده و قلب شکسته ای دارم براش میبینم، از دست شما ناراحت هستش، دوباره ارتباطی که براش شدید دست گل به دست داریم میریم با وساطت کسی آشتی میکنی، حالا این دوست یا شریک زندگی شما هستن. آقای یه جوانی رو دارم میبینم خیلی به هم ریخته بود، ببینید انگار به یک در بسته خورده. آقای یه جوانی که چشم، آقای جوان، بله آقای جوانی که موهای قهوه‌ای دارم براتون میبینم، خیلی به هم ریخته، خیلی آشفته دارم میبینم. یک مسیر رو طی کردی، به دیوار خوردی، به در بسته خوردی، انگار جواب دلخواهت و نصیبت نشده. زنگ و تلفنی که بهت زده میشه، خبری که به گوشت خورده میشه و از این وضعیت شما رو بیرون میاره، راه و مسیری که برات باز میشه به واسطه یک زنگ و یک تماس، یک تلفن، و زندگیت لنگر افتاده، به زندگیت به آرامش میرسه، به ثبات میرسه و از این ناراحتی و به هم ریختگی بیرون میای انشالله. خانم جوانی که لباس عروس دارم برات میبینم، پیراهن عروسی که دارم میبینم به تن کردی و داری به سمت دسته میای، یه تو مسیر احساسی مانع دارم میبینم، مخالف داری پیرامون ازدواج، ازدواجی که سر خواهد گرفت انشالله، قلبی که خوشحال دارم براتون میدم، قلب خوشگل روشن که به نشانی عشق و محبت و محرمیت انشالله رو خواهد داد. اما تو مسیر این سقف و ازدواجی که بخوای بری زیر سقف خونه خودت، مانع دارم برات میبینم، افرادی هستن که دارن مخالفت میکنن، موانع ایجاد میکنن تو مسیر احساسی، اما راه احساسی که برای شما باز میشه با یک مقطع، یک مانع یا یک زمان، ولی مانعی که انشالله براتون برطرف میشه انشالله. خب یه پولی هم که داره به دستتون میرسه و مالیه که هرچی هستش که پیرامون یک مهر داره به دستتون میرسه. حالا این چه مالی هست که از یک مهر، از یک مهری که خورده میشه، دور از جون یه مهر
زندگی که در از هم میپاشه، جدایی یا فوت شخصی، مالی که به این واسطه به دستتون میرسه. از اون طرف میبینم دو تا چشمی که داره عشق میباره، عشق میریزیم پیرامون رفتن شخصی، چهره ای که داره شما دایره زندگی شما رو ترک میکنه، به دو تا چشمی که داره نم عشق از چشمش دارم ببینم، ناراحتی شخص، خانم یا آقایی که از حضور رفتن شخصی از زندگی داری عشق میریزی، گریه میکنی. خیلی که دارم ببینم یه اصلا کلن رفتنش به نفع شماست، یه آدم عصبی و تندخوی بوده، هرچستش که یا خیلی برافروخته از کاری کردین که به همش شکلین که با ناراحتی داره میره، به حال کلن سر خیلی سیاهی دارم ببینم، یا عصبی هستن یا به واسطه رفتار شما باعث رفتن ایشون شده یا ترک شما شده. و حواستون رو جمع بکنین چه تصمیمی دارین میگیرین. پیرامون یک کاری قدمی میخواین انجام، قدمی میخواین بردارین، دارین تصمیم میگیرین، تصمیمی که ببینین خیلی براتون اهمیت داره. یعنی پیرامون هر چه که هست تو راه مسیری که دارین قدم برمیدارین، دارین یک شور مشورت میکنین، یه تصمیمی دارین میگیرین که این تصمیم یه نتیجه خیلی مهمی براتون داره، حالا برای یک ازدواج، برای یک کار، برای هرچه هست یک تصمیم مهم داریم میگیریم، ولی داریم قدر داریم بی احتیاطی داریم میکنیم بابت این تصمیم، یه تصمیم عجولانه ای داریم میگیریم که ممکنه به ضررتون تمام بشه، دقت کنید. خب و یک سقف زیر توی محیط کاریتون، زیر سقف کاریتون دو تا آقا رو دارم میبینم که آقایی که در صورت پرو درشتی دارم میبینم براشون، یا سنشون قدر بیشتر یا چهره قدر پر دارم ایشون رو میبینم، آقایی که قدر جوانتر دارم میبینم، به واسطه حرفی که اون آقای جوانتر زده بین توی بگو مگوی دارم میرم، زیر سقف کاریتون یه بگو مگوی داره رخ میده، ولی هر دوتون رو دارم مثبت میبینم. یه چیزی گفته آقای جوانی که صحبتی کرده، حرفی زده که باعث دلخوری آقای، حالا یا موافقش هسته چه در رأس قرار داره یا سن و سالی از ایشون گذشته، باعث دلخوری شده زیر سقف، هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیشه چون ارتباطی رو باره شکل میگیره و شما ورود به سقف کاریت رو انجام میدی. بیرون انگار که توی این سقف کاریتون یا جلوی در محیط کاریتون یا هر چه هست پیرامون محیط کاریتون یه بگو مگو دارم بین آقای جوان و آقای قدر سندار یا رئیس و کارمند، بگو مگوی رخ میده، ولی صحبتی که منتهی به ارتباط مجددتون میشه و شما کارتون رو ترک نمی‌کنید. خب یه راهی که داره دارم براتون میبینم، شخصی که خودش داره، حالا خانومی که دارم میبینم، پوست روشن موی قهوه‌ای خرمایی دارم میبینم، ببینین خودتون دارین با سر رو دارین میرین توی یک سیاهی، خودتون با دست خودتون، خانومی که سقفت هم روشن دارم میبینم، راه و مسیرت هم روشنه، یعنی در هم زیر سقفی که روشن هیچ مشکلی نداری و اگر داری یه چیز خیلی مقطعی گذرایی که به زودی حل و فصل میشه و تمام میشه و مشکلت مرتفع میشه، راهت هم برات بازه، به اشتباه، نادرست، به واسطه شخصی، هر چه که هست داری در مسیر قدم برمیداری که برات مشکل ساز میشه، یعنی خودت سقف روشنت رو تبدیل به سقف کدر میکنی، راه روشنت رو تبدیل به راه کدر میکنی، مسیر روشنت رو داری منتهی میکنی به یک مسیر غلط، یک راه اشتباه. دقت کن، حواست رو لطفا جمع بکن، در چه مسیر داری قدم برمیداری، چه کار میخوای بکنی، کی به شما گفته چه کار بکنی که صفت که قدری مشکل داری، برای ازدواجت، برای کارت مشکل داری، راه و مسیری که روشن افتاده، قدری تعامل کن، در مسیر غلطی داری قدم برمیداری، مسیری که ممکنه منجر بشه به در بسته دیوار بسته بخوری و صف روشنت رو همینقدر روشنت رو هم تاریک کنی. احتیاط، احتیاط. خب و پرنده‌ای که داره، البته پرنده نیست، مثل مرغی که نشسته روی حالا جایی که حالا یا در حال تخم گذاشتن مرغ، رزق و روزیه، یا اینکه دو تا معنی داره، یا رزق و روزی، پولی که به دستتون میرسه، مرغی که داره نشسته داره انگار توی آشیانش داره تخم میذاره،
پس رزق و روزی و برکت و مالی که انشالله زیر دست است به زودی به دستتون میرسه. پولی که به دستتون میرسه روشن. یا تخم گذاشتن، شاید خانمی هستی که باردار هستی و یا خبر بارداری تو به زودی به گوشت میرسه، یا الان تو دوران بارداری هستی و باید استراحت بکنی به واسطه بارداری که داری. انشالله که هر کدومش که هست روشن و مثبت و نتیجه دلخواهتون به دست بیاد، انشالله حاصل بشه به امید خود. و دیگه خب حواستون رو خیلی جمع بکنین. خانومی رو دارم براتون میدم، البته دو تا خانوم رو دارم میدم براتون نقشه کشیدن. خانومی که یکیشون موهای خرمایی روشن دارم میدم، یه خانومی که چشمای درشتی داره موی تیره داره. دو تا خانومی که رو سر همدیگه سوارم، هر دو با همدیگه دارم براتون قدم برمیدارن که از حسادت دارم براتون کاری میکنن. یعنی چشم دیدنتون رو ندارم و ممکنه کاری براتون بکنن که درد سر براتون درست بکنن. شما خیلی احساس تنهایی میکنین، انگار به یک شهر، به دو نفر، حالا دو تا دوست، به دو نفر پناه آوردین که کمکتون بکنن. دو تا خانم، یه موی روشن، یه موی تیره، یا یکیشون موشون از اون خانمی که موی تیره است قدری روشن‌تره. دو تا خانمی که خنده خبیثانه‌ای دارن براتون میکنن. آقای و خانمی که خیلی تنهایی، اگر از دو نفر کمک خواستی که کمکت بکنن، هر دو دارن برات نقشهشون میکشن. لبخند بدی دارم روی لبشون میبینم. حواستون رو جمع بکنید و شراکت رو دارم براتون میبینم، شراکت زندگی رو دارم براتون میبینم. یک ازدواج بسیار موفق تو دل زندگیتون رخ میده. به زودی اتفاقا براتون رخ میده. به زودی ازدواج براتون رخ میده. ازدواج که وصل شدن، یک ریشه میشین. هر دوتون با همدیگه میشین یکی. حالا یه دوستیه یا خواستگاریه، هر چه که هست، یکی شدن رو دارم براتون میبینم. دو نفری که تبدیل به یه ریشه میشین. ازدواج موفق در دل زندگی به زودی. خب دارین سرمایه گذاری میکنین یا پولتون رو دارین پس انداز میکنین یا دارین ببین آخه یه پولیه که یه جاییه ولی داره رشد میکنه، یا یه شیئی که بها داره، ارزش داره، حالا مال، پول، سکه است، زمین، ملک، هر آنچه که ارزشمنده و یه جایی هست و همون هر جایی که هست داره خود به خود اتوماتیک انگار داره پولش اضافه داره میشه. پولی که داره افزایش پیدا میکنه، مثل زمینی که داره قیمتش زیاد میشه، یا سکه‌ای که داره پولش افزایش پیدا میکنه، همچین چیزی، شیء بابا ارزشمندی با ارزش شده دارم براتون میبینم که بدونی که بهش براش فعالیتی بکنی خودش داره زاد و ولد میکنه، پولش داره براتون افزایش پیدا میکنه، لب شما رو خندون میکنه، خوشحالتون میکنه. خانم یا آقا که داره، آقایی باید بشین، آقایی که موی تیره دارم براتون میبینم، داره افزایش پول دارم براتون میبینم. خب خانمی که پشت کردی به آقایی و داری ورود میکنیم، یک زنگوله کدر دارم ببینم، دو جونتون باشه. خانمی که به واسطه فوت همسرتون یا یه خبر فوتی، کسی که از دل زندگیتون از بین میره، دور از جون فوتی، حالا یا همسرتون از دست دادین یا توی زندگی که یکی از اعضای خانواده دور از جون رحمت کرد، به رحمت خدا رفتن، ولی آقایی که پول الانش پشت کردی، ولی آقایی که خواهانت و منتظره تا این مسئله کدری قدری برطرف بشه و پا پیش بذاره و با شما نیتش هم مثبته، ارتباطی که با شما شکل میگیره، ازدواجی که برای شما دارم میبینم، ولی قدری تعامل به خاطر این زنگوله سیاهه، یا به واسطه یک تایمی بگذره پا پیش میگذاره، یک زمانی بگذره قدم جلو میگذاره. خب غم و غصه‌ای که دارم براتون میبینم، غم و غصه‌ای که شما رو حتی ممکنه ببینین، البته غمی که دارم براتون میبینم، غمی که شما رو ممکنه از گذشته شما باشه و حتی اصلا دوست نداریم به گذشته فکر کنیم به واسطه مشکلی که تو گذشته داشتین، که البته کار درستم همینه، گذشته گذشته تمام شده و رفته. خانم یا آقایی که نمیتونم تشخیص بدم، چهره اصلا گویا نیست، ولی هرچه که هست قصه دارم برات میبینم.
غمگین پیرامون یک گذشته دارم میبینمتون، ولی دقیقا شما رو توی یه حالت مثبت و روشن دارم میدم. غمی که گذشته شما بوده، مرتبط با گذشته شما بوده و پشت سر گذاشتین، روبروتون رو بسیار روشن میدم. ببین در دو حالت دارم میبینمتون. مثل حالت تئاتر دیدین، حالت غمگین و خندان، دقیقا همین حالت. از گذشته غمگین، آینده خندان براتون دارم ببینم. موفقیت یه نصیبتون میشه. حالا پیرامون هر آنچه نیت شماست، موفقیت که برای شما خوشایند خواهد بود و از این غمگینی شما رو به خوشحالی تبدیل میکنه انشالله. خب یه راه سفر دلی میریم و شخص یا تو این سفر یه ارتباط یک شخصی که قبلا بهش حس داشتین رو دیدار و ملاقات میکنین، یا پیرامون شخصی که از گذشته شما بهش حس داشتین در یک سفر دوباره دیداری تازه میکنین. پیرامون یک سفر نظر بخواد تو یک سفر، تو یک راه، یا شخصی که قبلا بهش خیلی با هم دیگه شاید ارتباط داشتین، یا اینکه میرین در یک سفر با شخصی ارتباط برقرار میکنیم، یک رابطه دوستی صحبت میکنیم، یک رابطه که شکل میگیره، رابطه احساسی دارم براتون میبینم، دوستی همچنین حالتی و دیگه. و یه مهر جدایی که داره براتون خورده میشه، جدایی که براتون پیرامون یک مهر جدایی، سقف روشنی که دارم براتون میبینم، یا ببینید راهی که براتون باز میشه، انگار یه ازدواج مجدد بعد از یک کاتی جدایی محرمیت که به هم میخوره، ولی یک ازدواج مجدد و یک سقف روشن و یه راه روشن در براتون میبینم، یک ازدواجی که به نفع شماست. خب یک دیدار و ملاقات احساسی هم دارم براتون میبینم، خانم آقایی که خیلی ذوق زده شدین، همدیگر رو دیدین، انگار بینتون قهر بوده، کاتی بوده، جدایی بوده، خانمی آقایی که یه رابطه احساسی خیلی قوی، خیلی به هم دیگه حس دارین، یک دیدار و بینشتون یه فاصله افتاده بوده، یا سفر بوده، یا فاصله کاتی بوده، هر آنچه هست یک دیدار عاطفی دارم میبینم بین آقایی که یه چشمایی درشت عینکی هستن، موی تیره، خانمی که موهاتو از پشت سر بستی، یک دیداری که داره تازه میشه، یا یه تایمی همدیگر رو ندیدین دارین همدیگر رو میبینین، یا اینکه بینتون قهر و جدایی بوده و یه و دوباره دارین همدیگر میبینیم و فوق العاده از دیدار همدیگه خوشحالی، خوشحال شدنتونه دارم میبینم از دیدار همدیگه. میتونه همیشه شاد باشیم. خب کبوتریم که داره براتون خبر میاره، به زودی خبر به گوشتون میرسه، پیرامون یک سقف، سقفی که از انگار دلخور بودین، غمگین بودین، یا دل شکسته این از بابت اینکه منتظر خبر پیرامون یک سقف کاری هستین، زنگ و تماسی که بهتون خورده میشه و سقف روشن، از این قلب شکسته بیرون میایین و ورود به یک سقف کاری روشن رو دارم براتون میگم. منتظر خبر هستین پیرامون کار، یا بهتون نگفتن، یا هنوز دلشوره، قلبتون قلب شکسته یا قلب به هم ریخته، دلشوره دارین پیرامون خبری که پیرامون سقف کاری بهتون میرسه و سقف کبوتری که براتون پیرامون این سقف خبر روشن میاره، خبر خوب میاره، کاری که براتون انجام میشه. و دیگه یه چتر بسته هم اینجا دارم، از این برم راحت هم میتونیم ببینیم چتر بسته، کسی که حمایت رو از شما قطع میکنه، یه حمایت رو از شما قطع کرده. خب ببینین تو دل خانمی که پوست روشن موی تیره بلند دارم برات میدم، گذشته دار هستی، خانمی که گذشته دار هستی، کسی که چترش رو بسته، خانمی که یه گذشته احساسی عاطفی داری، کسی که شما رو مورد حمایت قرار میداده ولی چتری که بسته شده، انگار دیگه شما رو مورد حمایت قرار نمیده، حالا کاری بوده، مالی بوده، احساسی بوده، انگار قطع دارم میبینم، سرتو انداختی پایین و ناراحت دارم میبینم. یه کوچولو جلوتر یه سقف روشن، یه حالا یا ازدواج یا کار هر چه هست، یا خونه بخته روشن، صفحه روشن، سرتون رو بگیریم بالا، چون روبرو دارم برای یه صفحه روشن میدم. اگر کسی بوده که رابطش رو، ارتباطش رو، حمایتش رو قطع کرده، سرتو بگیر بالا، چون روبرو دارم صفحه روشن، کسی که پا توی یک صفحه روشن، یا وارد بازار کار میشی، دست تو جیب خودت میره، نه ورود به یک صفحه ازدواجه، ورود به خونه بختت روشن، صفحه روشن درست روبروی شما قرار گرفته و از این وضعیت خلاصی و رهایی دارم براتون میبینم.
انشالله انشالله که فقط اتفاقات خوب براتون رخ بده. و با یک وقفه دو تا تیکه پول به دستتون میرسه با یک زمان، یا در دو مرحله دو تا تیکه پول به شما میرسه در با وقفه. یه پول به دستتون میرسه، یک تایمی میگذره، دوباره یه پول به دستتون میرسه که باعث خوشحالی شما میشه. دو تا تیکه پول با زمان، یه قدری میاد با زمان، یه پول دیگه به زندگیتون ورود میکنه، وارد میشه، پولی که باعث شادی و خوشحالی شما میشه. و دیگه خب یه پیرامون یه راه احساسی، یه مشکلی براتون به وجود اومده، پیرامون یک ازدواج، یه مشکلی براتون به وجود اومده ولی مشکلی که برطرف میشه، قلب روشنی که براتون دارم میبینم. پس ازدواجی که سر میگیره، نه یکی دو تا رخ شدن دارم براتون میبینم، دو تا ازدواجی که به زودی رخ خواهد داد، صحبتم خیلی زوده، به زودی ازدواجی که شکل میگیره. خب و اینجا هم یه سقف نصف نیمه، یه قلب نصف نیمه و یه مهری که داره خورده میشه. زیر سقفی که مشکل دارین و این مشکل منتهی به یک جدایی میشه، یکی از طرفین یک رابطه رو داره قطع میکنه، جدایی کاتی از طرف یک نفر، یکی از طرفین خواهان جداییه، شخصی که یک طرفش نه، قلبی که کامله ولی یکی از طرفین، حالا آقای احتمالاً یا خانم، چشمای درشتی دارن، برشون هم به بینی نسبتاً درشتی تو اسمتون میرم، یا بینی یه قدری درشت دارن، هرچست کاتی و جدایی که به واسطه یکی از طرفین خواهان یکیه، جدایی که رخ میده براتون. و دیگه چیزی نمیبینم. انشالله که بهترین ها نصیبتون بشه، با آرزوی بهترین اتفاقاتی که براتون رخ بده باهاتون خدافظی میکنم. تا داری بعد، خدا نگهدار. فالکده آرزو، خداحافظ.